سلام و درود، خدری هستم. خوش اومدید به ویدیو آنباکسینگ از فروشگاه سلام بابا. امروز میخوام تلویزیون QL90B رو برای شما آنباکس کنم که جزو تلویزیون های رده بالای شرکت سامسونگ از سری نئو QLED با بکلایت مینی LED هستش و جزو خفن‌ترین تلویزیون های داخل بازار به شمار میاد. با من همراه باشید با آنباکس راه‌اندازی اولیه و نیم نگاه کلی به تنظیمات تلویزیون QL90B شرکت سامسونگ. خب دوستان، اینجا اقلام همراه تلویزیون QL90B رو داریم. اینجا قسمت پای تلویزیون هستش که از دو قسمت کفی از جنس فلز و قسمت پشتی از جنس پلاستیک هستش و تعداد 8 عدد پیچ هم برای اتصال پایه تعبیه شده. اینجا دفترچه راهنمای کار با دستگاه رو داریم. این قسمت کویک ستاپ دستگاه هستش، راهنمای سریع نصب تلویزیون. دفترچه تبلیغاتی، این چیز خاصی نیست. این از ریموت کنترل تلویزیون که ملاحظه میکنید. این هم از ریموت دستگاه، تبدیل تیونر و یک عدد کابل بر. اقلام همراه تلویزیون QL90 سامسونگ هستند. خب دوستان، تلویزیون رو آنباکس کردیم و روی پایه‌هاش نصب کردیم. این شما و این هم از تلویزیون QL90B. خب دوستان، این قسمت ورودی های تلویزیون QL90B هست که به صورت کنایه طراحی شده و شامل دو عدد پورت USB، خروجی صدای اپتیکال، 4 عدد پورت HDMI نسخه 2.1 میشه، ورودی شبکه، گیرنده شبکه خارجی و گیرنده شبکه داخلی هستش. خب دوستان، تلویزیون رو روی پایه‌هاش نصب کردیم و الان آماده روشن شدنه و به واسطه ریموت کنترل می‌بینیم که تلویزیون رو با هم روشن کنیم. نوشته نئو QLED و لوگوی سامسونگ میاد بالا. خب اینجا با صفحه سلام روبرو میشیم و اینجا از من میخواد که راه اندازی تلویزیون رو از من میپرسه که میخوای با یک تلفن هوشمند و اسمارت این کار رو انجام بدید یا با استفاده از ریموت کنترل. خب طبیعتا ما ریموت کنترل داریم و ریموت کنترل رو میزنیم. منطقه جغرافیایی همون آسیا اروپا رو انتخاب میکنیم. فعلا نمیخوایم دیوایس، کنسول یا وسیله نصب کنیم. کلید چپ رو میزنم و رد شدن رو میزنم، میرم مرحله بعدی. اینجا میگه که میخوای به شبکه یا وایفای متصل بشی. اینجا هم رد شدن رو میزنیم و یعنی فعلا نمیخوایم به اینترنت یا شبکه متصل بشیم. ورودی هم نداریم که بخوایم سیگنال دریافت کنیم و اینجا میزنیم سیگنال پخش دریافت نکنم.
اینجا از همون میخواد که تصویر قابل انطباق یا صدای قابل انطباق، همون ادپتیو ساوند و ادپتیو پیکچر رو فعال کنیم. ما فعلا با این قسمت کاری نداریم و فعالش نمی کنیم. و خب این هم از تیزر سیستم عامل تایزن که بعد اون لوگوی اسمارت سینگ میاد بالا. این هم لوگوی اسمارت سینگ و میریم که وارد محیط داشبورد تلویزیون بشیم. همونطور که میبینید از قسمت داشبورد تلویزیون بریم که دستگاه روی حالت دمو بذاریم و با هم دیگه کیفیت تصویر تلویزیون QN90B رو ببینیم. میریم قسمت موارد کلی. اینجا میریم مدیریت سیستم و حالت استفاده رو میذاریم روی حالت مغازه. کدش هم 4 تا 0. خب همونطور که دوستان در تصویر میبینید این هم از کیفیت تصویر تلویزیون QN90B با پنل VA و بکلایت فول اری مینی LED و کیفیت تصویر فوق العاده. واقعا باید بگم از نظر کیفیت تصویر یکی از بهترین تلویزیون های بازار رو داریم اینجا دوستان. صداش هم واقعا عالیه. خب دوستان بریم که تنظیمات تلویزیون QN90B رو با هم دیگه ببینیم. من دکمه هوم رو که فشار بدم میام قسمت اسمارت هاب یا همین قسمت داشبورد تلویزیون. این بالا گزینه جستجو رو داریم. این قسمت حالت امبینت مود دستگاه هستش که شما زمانی که از تلویزیون نخواهید استفاده کنید میتونید به جای قاب عکس یا یک اثر هنری ازش استفاده کنید. بخش رسانه اینجا اپلیکیشن ها و ورودی ها و برنامه شما این قسمت قرار گرفته میشه و اینجا هم که منوی دستگاه هستش. خب این قسمت که اینجا ببینید نوشته دستگاه متصل، اینجا شما هر ورودی HDMI یا USB یا هر دیوایسی که به تلویزیون شما متصل باشه این قسمت نمایش داده میشه و این هم از قابلیت مولتی ویو هستش که در این تلویزیون هم تعبیه شده و شما میتونید همزمان روی صفحه تلویزیونتون دو تا خروجی داشته باشید. بریم قسمت تنظیمات. اینجا یه سری تنظیمات کلی همونطور که میبینید مثل حالت صدا، تصویر، حالت هوشمند، قابلیت اتصال به وای فای و مدیریت دستگاه ورودی و غیره اینجا به صورت میانبر و شورتکار در اختیار شما قرار داده شده. ما با این قسمت ها کاری نداریم، میریم خود قسمت همه تنظیمات. اولش من این قسمت منو رو انگلیسی بکنم که یه جایی اصلا معنی فارسیش جالب نیست، من میذارم رو انگلیسی. خب الان انگلیسی شد، الان ما تو قسمت تنظیمات هستیم و اول میریم با بخش تنظیمات تصویر شروع میکنیم. اولین گزینه پیکچر مود یا همون حالت تصویر هستش که حالت تصویری مثل داینامیک، استاندارد، مووی، برایت و دارک، یعنی همون حالت روشن و تاریک رو داره. مووی که برای فیلم، حالت استاندارد هم که استاندارده و داینامیک هم که پویاست. این تلویزیون حالت فیلم میکر مود هم داره و اگر کنسول هم متصل کردید رو حالت بازی سویچ میشه. اینجا پیکچر سایز یا همون نسبت تصویر یا اندازه تصویر هستش که الان رو حالت 16:9 و حالت استاندارد خودش هست و شما میتونید حالت اتو یا همون حالت عریض بودن خودکار رو هم فعال کنید که به صورت پیش فرض فعاله. و اینجا هم اسکرین سایز رو شما میتونید 4:3 یا حالت زوم شده یا حالت استاندارد تنظیم کنید. قسمت بعدی تنظیمات حرفه‌ای تلویزیون هستش. شما میتونید تنظیماتی مثل برایتنس یا روشنایی، کنتراست تلویزیون، شارپنس، رنگ و یه سری تنظیمات دیگر رو اینجا تغییر بدید. اینجا حتی شما میتونید تنظیم بکنید که این تنظیمات که الان دارید اعمال میکنید برای همه منبع‌های ورودی باشه یا فقط این ورودی که من الان به تلویزیون متصل کردم. یعنی شما میتونید برای ورودی HDMI 1 2 3 و 4 خودتون به صورت جداگونه تنظیمات به خصوصی رو اعمال کنید. قسمت بعدی قسمت تنظیمات موشن دستگاه هستش که الان رو حالت اتو، من اینو اگه بزنم رو حالت کاستوم شما میتونید سیستم اتو موشن پلاس و LED کلیر موشن دستگاه رو فعال کنید، سیستم نویز ریداکشن یا هم کاهش نویز تصویر رو فعال کنید تا
از تار شدن و تیره شدن تصاویر جلوگیری بکنه. این قسمت رو حالت اوتو باشه بهتره. قسمت بعدی لوکال دیمینگ دستگاه هستش که الان رو حالت استاندارده، شما میتونید رو حالت لو و های خودش قرار بدید که کنتراست تصاویر رو بهینه‌تر میکنه. اینم کنتراست انهانسر هستش که رو حالت آف، لو و های میتونید تنظیم بکنید تا کنتراست تصاویر رو بهتر بکنه. این دوتا بیشتر برای تنظیم کنتراست هستن. این هم حالت فیلم مود هستش که الان چون دیوایس ورودی به تلویزیون متصل نیست، این قسمت هم غیر فعاله و اگر شما یک ورودی از طریق HDMI متصل کردید، قابلیت فیلم مود هم برای شما فعال میشه. دمای رنگ رو از این قسمت میتونید تغییر بدید. حالت سر و استاندارد داره فعلا. قسمت بعدی تنظیمات گاما هستش که استاندارد گاما رو شما میتونید تغییر بدید. شادو دیتیل تنظیمات سایه، همون جزئیات سایه هستش که میتونید کم و زیاد کنید. اسمارت کالیبریشن هم که در این تلویزیون تعبیه شده، شما میتونید از طریق یک گوشی هوشمند و اپلیکیشن اسمارت سینگ به صورت خودکار رنگ و تصویر تلویزیونتون رو کالیبره کنید. و قسمت ریسیت پیکچر هم برای ریسیت مجدد تنظیمات بخش تصویر هستش. بخش بعدی تنظیمات مرتبط با صدا هستش. ساند آوتپوت یا همون خروجی صدا که الان روی اسپیکرهای تلویزیون هستش و شما اگر دیوایسی متصل کردید از طریق بلوتوز یا از طریق خروجی صدا اپتیکال، میتونید به اون سویچ کنید که فقط صدا از اون ورودی بیاد. حالت صدا رو حالت امپلیفای یا تقویت شده هستش، میتونید حالت صدای استانداردم بذارید. قسمت بعدی تنظیمات حرفه‌ای صدا هستش. اینجا شما میتونید بالانس اسپیکرها رو تغییر بدید که از سمت چپ و راست چه مقدار ما صدای خروجی داشته باشیم. اینجا سیستم اکولایزر رو داریم که شما میتونید فرکانس های صدا رو خودتون شخصی سازی کنید. اینم از کانال برگشت صدای HDMI دستگاه هستش یا همون EARC که الان خاموشه. اینم دیجیتال آوتپوت آدیو فرمت هستش که رو حالت اوتو هستش، همون فرمت خروجی صدای دیجیتال هستش که شما میتونید تنظیم بکنید. اینجا دالبی اتموس به صورت پیشواز فعاله و فناوری دالبی اتموس هم در این تلویزیون به کار رفته که صدای سه‌بعدی و فراگیر رو به صورت مجازی در اختیار شما قرار میده. اوتو ولوم یا همون صدای خودکار هستش که با توجه به نویز محیط و میکروفون داخلی سرخودی که در تلویزیون تعبیه شده، بهترین میزان صدا رو برای تلویزیون شما تنظیم میکنه. اینم از هنگام سازی، اینم میشه بخش هنگام سازی خروجی صدای اپتیکال که در واقع برای سیستم کیو سمفونی هم این قسمت کاربرد داره. یعنی شما با ساندبارهای سری کیو اگر متصل کنید به تلویزیون، همزمان میتونید هم از ساندبار و هم از اسپیکرهای تلویزیون خروجی داشته باشید. اینجا هم که برای ریسیت کردن تنظیمات بخش صدا هستش. قسمت بعدی تنظیمات مرتبط با شبکه و وای فای هستش. اینجا اسم دیوایس ما نوشته شده QN90BA55 که اگر خواستید به بلوتوث وای فای متصل بشید، اسم تلویزیون شما اینه. اینجا اگه بریم قسمت نتورک یا شبکه، شما خیلی راحت میتونید وضعیت شبکه رو چک بکنید، تنظیماتش رو باز کنید، تنظیماتش رو ریسیت کنید و یه سری تنظیمات پیشرفته شبکه هم در اختیار شما قرار میده. الان وای فای دستگاه روشنه، شما میتونید خاموش بکنید و میتونید به صورت بی سیم یا با سیم به اینترنت متصل بشید. اینم از قسمت مدیریت دیوایس های خارجی هستش. ببینید شما از این قسمت میتونید دسته بازی، کیبورد، موز و یا هر دیوایس بلوتوثی دیگه به تلویزیون کانکت کنید و ازش استفاده کنید. قسمت بعدی تنظیمات مرتبط با برودکاستینگ یا همون کانال یابی و شبکه یابی هستش که شما میتونید به صورت خودکار یا دستی کانال یابی رو انجام بدید. هم گیرنده شبکه های داخلی دارین مدل و هم گیرنده شبکه های خارجی و میتونید اینجا لیست کانال هاتون رو ویرایش کنید، ادیت کنید و کانال یابی رو به هر حال از این قسمت انجام بدید. قسمت بعدی تنظیمات کلی تلویزیون هستش. از قسمت اکسسیبیلیتی اگر ما بریم، اینجا یه گزینه هست به اسم راهنمای صوتی تنظیمات تلویزیون. من اگر اینو فعال بکنم، رو هر منو و گزینه‌ای که میرم، دستگاه به صورت صوتی برای من تشریح میکنه که اینا به چه دردی میخوره. این قسمت هم که غیر فعال کار نداریم، اینم توضیحات تلویزیون و تنظیمات به شما میگه. اینجا تنظیمات زیرنویس رو شما میتونید انجام بدید. حالت زیرنویس رو فعال کنید، زیرنویس رو فعال و غیر فعال کنید، حالت زیرنویس رو میتونید تغییر بدید. زبان زیرنویس چه باشه، زبان اولیه و زبان دومی زیرنویس هم چه زبانی باشه، از این قسمت شما میتونید تنظیم بکنید. با این قسمت ما کار نداریم.
اینجا شما میتونید در مورد کار با ریموت تلویزیون یاد بگیرید از این قسمت. خب این گزینه پیکچر آف یا همون خاموش کردن تصویر، اگه من بزنم ببینید صفحه سیاه میشه، ولی اگر ماتهای در حال پخش باشه صداش هنوز از تلویزیون پخش میشه. برای زمانی مناسبه که شما میخواید مثلا یه موزیک ویدیو گوش بدید و منتها نمیخواید تصویر داشته باشی، فقط میخواید صدا داشته باشی. بخش گرافیک زوم که غیر فعال کار نداریم. مولتی آوتپوت آدیو یا همون فناری دوال آدیو تلویزیون هستش. ببینید شما میتونید هدفون یا هندز فری از طریق بلوتوث به تلویزیون کانکت کنید و همزمان هم از طریق هدفون و اسپیکرتون خروجی صدا داشته باشید، هم از خود بلندگویی تلویزیون. این قسمت های کانترست هست که من اگه بزنم ببینید دستگاه میره رو حالت کنتراست بالا. اینو خاموش میکنم. گزینه بعدی این بزرگنمایی هستش. ببینید من اگه بزنم نوشته ها، فونت ها و آیکون ها بزرگتر میشه. اینو خاموش میکنیم، لازمش نداریم. این هم گری اسکیل هست یا همون حالت خاکستری که اگر بزنید ببینید تم دستگاه از اون آبی شد خاکستری. کالر اینورسیشن، اگر درست تلفظ کرده باشم، اینم معکوس کردن رنگ رو انجام میده. سیاه سفید میشه، سفید سیاه میشه و مثلا آبی نارنجی میشه. ببینید الان همه چی به هم ریخت. خب اینا رو دوباره غیر فعال میکنم. خب بیایم بعدی. خب اینجا شرایط چیز حریم خصوصی و سیاست های شرکت سامسونگ که میگه که باید با شرایط و حریم خصوصی ما موافقت بکنیم. یاد کابل نداریم، قسمت کار نداریم. این قسمت اینتلیجنت مود دستگاه هستش یا همون حالت هوشمند تلویزیون هستش که الان خاموشه. شما اگر بیاید این قسمت رو روشن بکنید ببینید خود تلویزیون میاد بهترین حالت تصویر رو برای تلویزیون شما انتخاب میکنه، یعنی خودش به اصل سنسورایی که داره نور محیط رو اندازه‌گیری میکنه و بهترین حالت تصویر و روشنایی رو برای تلویزیون شما انجام میده. این گزینه که اینجا میبینید اکتیو وایس امپلیفایر باعث میشه که با توجه به نویز و سر صدای محیط صدای تلویزیون هم تقویت بشه و زمانی که دارید فیلم میبینید دیالوگای فیلم رو هم برای شما تقویت میکنه که شما بتونید حین فیلم دیدنم دیالوگای خوبی به گوشتون برسه. قابلیت ادپتیو ساوند یا همون صدای تطبیق پذیر با توجه به متوجه در حال پخش بهترین حالت صدا در اختیار شما قرار میده و قسمت ادپتیو ولوم هم به صورت خودکار میزان بلندی صدای شما رو تنظیم میکنه. با توجه به نوع ورودی و تنظیماتی که انجام دادید بهترین بلندی صدا رو برای تلویزیون تنظیم میکنه. این قسمت برای تنظیمات مرتبط با دستیارهای صوتی هستش که از بیکسبای، گوگل اسیستنت و آمازون الکسا هم میتونید استفاده کنید. اینجا مدیریت سیستم رو داریم که شما میتونید زمان تلویزیون رو تنظیم بکنید، ساعتش رو تنظیم بکنید، تاریخ و زمان از این قسمت تنظیم میشه. الان روحات خودکار هستش. شما میتونید قابلیت سلیپ تایمر یا همون حالت تایمر دستگاه رو روشن بکنی که بعد از یک تایمی دستگاه بره رو حالت اسلیپ. زبان تلویزیون که من انگلیسی گذاشتم فعلا. شما میتونید اینجا پسورد تلویزیون رو هم تغییر بدید که به صورت پیشفرض 4 تا 0 و اینم حالت حالت استفاده تلویزیون هستش یا همون یوزج مود که رو حالت مغازه هستش و شما میتونید رو حالت منزلم تنظیم بکنید. قسمت بعدی تنظیمات مرتبط با تنظیمات والدین هستش یا همون پرنتال ستینگ. اینجا شما میتونید یه سری اپلیکیشن ها رو قفل بکنید، یه سری کانال ها رو قفل بکنید یا اینکه نذارید مثلا کودکتون از یک سری کانال مشخص یا از یک سری اپلیکیشن های مشخص استفاده بکنه و براشون کد بذارید. قسمت Power and Energy Saving اینجا قسمت ذخیره نیرو و حالت کم کردن مصرف انرژی هستش که شما میتونید حالت روشنایی خودکار رو فعال کنید که دستگاه ببینید با فعال میشه؟ نه فعلا فعال نمیشه. اینجا قابلیت اینا کلا غیر فعال فکر کنم الان. فکر کنم باید اینتلیجنت مود رو آف کنم. آره. بعد بیام این قسمت. آره. حالت روشنایی خودکار ببینید بهینه میکنه خودش. اینکه نور چقدر باشه. ببینید میتونید برایتنس رو کم و زیاد بکنید. و بگید که دیگه روشنایی از این حد بیشتر نشه. کاهش روشنایی خودکار. ببینید من فعالش میکنم روشنایی خودکار کمش میکنه. و اینم از اسکرین سیور دستگاه هستش که بعد از یک تایمی تلویزیون شما میره رو حالت اسکرین سیور یا همون محافظ صفحه نمایش. اینم حالت خودکار ذخیره انرژی هستش. کار نداریم.
و اینم حالت خودکار خاموش شدن هستش، اینم که غیر فعال هستش. اینا رو من غیر فعال کنم کلن، فقط سکرین سیور روشن باشه. و گزینه آخری هم که اینجا هست، ریسیت کردن کلی تنظیمات مرتبط با تلویزیون، یا در واقع همون ریسیت کردن تلویزیون هستش این قسمت. بیایم عقب‌تر و بریم قسمت ساپورت یا همون پشتیبانی. اینجا شما میتونید آپدیت نرم افزار خودتون رو انجام بدید که الان روات اتو آپدیت هستش و شما میتونید سیستم عاملتون اگر براش آپدیتی اومد از این قسمت آپدیت رو انجام بدید. دیوایس که اینجا حالت مراقبت از دستگاه هستش، اینجوری بخوایم معنی بکنیم. حالا میگه که وضعیت دستگاه شما اوکی یا همون حالت گود هستش و مشکل خاصی از این بابت نداره. و اینم دفترچ راهنمای الکترونیک دستگاه هستش که من اگر این قسمت گاید رو بزنم، کلیه تنظیمات و منوها کامل تشریح شده. اگر دستگاه رو زبان فارسی بذارید، این قسمت هم کلن فارسی به شما توضیح میده، کامل با جزئیات میگه که تنظیمات و منوها به چه دردی میخورن و چه کارهایی دارن. از این بخش هم بیاییم بیرون. و اینم قسمت About This TV هستش که یه سری اطلاعات مختصر مثل سریال نامبر، نسخه نرم افزار و کد وضعیت دستگاه رو به شما میگه و حتی آدرس مک دستگاه، آدرس مک بلوتوس دستگاه و همه را در این قسمت به شما نمایش داده. اینم از قسمت About This TV. و خب اینم از تنظیمات تلویزیون سامسونگ QN90B. خب دوستان، اینم از آنباکس و راه اندازی اولی تلویزیون سامسونگ QN90B، یکی از بهترین تلویزیون های حال حاضر در بازار و مناسب کاربری حرفه‌ای. بررسی کامل‌تر این تلویزیون با جزئیات بیشتر در وبسایت آپارات و چنل یوتیوب سلام بابا هست، میتونید برید ببینید. خیلی خوشحال شدیم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.